مراتب درود و احترام خدمت یک و یک شما بیننده های گرانقدر برنامه تاریخ و فرهنگ مردم افغانستان عزیز، آرزومندم همیشه در کمال صحتمندی و شادمانی باشید. امروز خوشحال هستیم که باز هم نوبت توزیع برنامه تاریخ و فرهنگ مردم افغانستان فرا رسید. امروز چهارشنبه تاریخ دوم ماه جون سال 2021 میلادی هست و با تقدیم 25مین بخش برنامه تاریخ و فرهنگ مردم افغانستان اینک در خدمت شما عزیزان قرار دارم. و قبل از همه بار دیگه خودم مجبور میدانم و معذف تا از مجموع لطف و تماسگیری ها و دلگرمی هایی که شما به ما می بخشین اظهار سپاس بکنم. بیننده های عزیز، تا برنامه چهارشنبه گذشته یقین دارم شما به خاطر خواهید داشت که به اساس نیازهای تاریخی و اجتماعی و به خاطر آگاهی بیشتر از او تعداد بلاهای خونریزی که از خارج به داخل افغانستان فرستاده شدن و زندگی و هستی و کشور و مردم و تاریخ و زندگی ما را دچار مصیبت ها ساختن، از شما به شما یاد بکنم که از او جمله به عرض رساندم که مذهب خشک و خشن و خونریز وهابیت یکی از این بلاهای هفتسری است که متاسفانه از خارج افغانستان به داخل فرستاده شده و در لباس ظریف، فریبنده، تبلیغاتی، با استفاده از مساجد، منابر و مؤسسات تعلیمی و مؤسسات آموزشی متاسفانه مخشویی صورت میگیره و به فریب مردم ما، فریب فکری و ذهنیشان میپردازند. روی این دلیل لازم دانستم تا طی این برنامه ها قدر معلومات و توضیحات در مورد این مذهب وهابی یا وهابیت خدمت شما عرض برسانم. چنان که تا هفته گذشته گفتیم که مؤسس این مذهب کی بود و در کجا صورت گرفت و چی اقداماتی انجام داده شد، ولی با این مقدار توضیحات فکر نمی کنم که موضوع کاملا آشکارا و روشن شود. پس وعده سپردیم که طی چند برنامه در بخش های مختلف این مذهب و ارتباطش با استعمار انگلیس و تبایی هایی را که در کشورهای اسلامی به وجود آورده توضیحات بیشترکی تقدیم شما بکنیم. گفته بودیم که محمد ابن عبدالوهاب یکی از طلبه های خونگرم، مغرور، قدرت طلب، جا طلب در دوران حاکمیت خلافت عثمانی بود که از او زمان طالب تقریبا بین 250-300 سال میگذره. و همچنان اضافه کرده بودیم که چون استعمار انگلیس تصمیم داشت قلمرو استعماری خود وسعت ببخشه به طرف شمال، جنوب، شرق و غرب، اما موقعیت یا موجودیت خلافت اسلامی یا امپراتوری عثمانی موجب شده بود که این استعمار انگلیس نتانه به پیشتازی خودش ادامه بده. پس برز رسوندم که وزارت مستعمرات انگلیس در کنار سایر برنامه های خانه خراب کنه خودش در جهت منافع ملی انگلستان و منافع استعماری خودش، با مطالعات عمیقی که داشتن تصمیم گرفتن تا اگر بتانن از طریق جاسوسی ایجاد گروهک های مخالف و افکار مخالف مذهبی و حتی ایجاد مذاهب جدید امپراتوری عثمانی را از درون چون موریانه بخورن.
تا نوبت به فروریزی کاملش برسه. و همچنان این نقطه را هم تا برنامه گذشته خدمت شما برز رسوندم که وزارت مستعمرات انگلیس تعداد از ورزیده ترین جواسیس خود که با زبان عربی مسلح بودن، امور اسلامی را می دانستن، با سنت ها و رواج های کشورهای اسلامی آگاهی داشتن، آموزش های بسیار عمیق دیده بودن، این گروه تقریبا بزرگ با سرزمین یا تحت قلمرو عثمانی ها فرستادن تا از طریق جاسوسی و تخریب ها و تخریش های فکری و عملی بتوانند در راه منافع استعمار انگلیس کاری بکنند. خب با دنبال امی موضوعات خدمت شما برز برسونم که گفتیم چون محمد ابن عبدالوهاب اما قدر که یک طلبه جوان خونگرم و احساساتی و جا طلب بود، به مو اندازه همفر که یکی از جواسیس بسیار کارکشته انگلیس بود در دام امی جاسوس انگلیس میفته و این جاسوس خودش در خاطرات خود تذکر میده که وقتی من این صفات در وجود از این طلبه جوان دیدم مطمئن شدم، به این نتیجه رسیدم که میتونم ایره با آسانی جلب کنم و جذب با استفاده از تکتیک های خاص استعماری. همونطور هم میشه چون این طلبه جوان کسب کاری که بتونه از او طریق مثلا با کار جسمانی لبنانی به دست بیاره و زندگی شب و روزی خود ادامه بده، اوطور یک کاری نداره. پس همی مستر همفر که جاسوس انگلیس هست در پشت از این مدرایه با تکتیک های خاص و بالاخره همی محمد ابن عبدالوهاب هم‌اتاق خود می سازه و خرچ یا مصارف و مخارج شب و روزیش هم با اوده می گره. اینج از دوستان عزیز که با استفاده از این فرصت هم‌اتاقی بودن و همخانه شدن، ای جاسوس انگلیس که به موضوعات دینی و مذهبی وارد شده وارد است و مسائل مربوط به صدر اسلام هم میدونه، تکتیک های استعماری را هم کاملا، با محمد ابن عبدالوهاب جر و بحث میکنه. مدت ها ای جر و بحث ها صورت میگیره که بتانه ای جاسوس احساسات ای جوان بیشتر بشکافه و جریحدار بسازه، تحریکش کنه علیه امپراتوری عثمانی و تحریکش کنه حتی به ضد مسلمان ها، به این معنی که گویا مسلمان ها بدعت میکنن، منحرف هستن، نمیتونن او شرایط اسلامیت واقعی را به جا بیارن، بنابرو ای اسلام یک ناجی کار داره، یک ناجی جدید، یک مصلح جدید و مبلغ نو تا بتانه این مسلمان های منحرف برا بیاره. در اینجا عزیزان یک نقل قولی داریم از همی آقای همفر که در خاطرات خودش می نویسه. در اینجا میگه که ما با وجودی که با بیمار دیگری، ما یعنی در جمع استعمار انگلیس، ما با وجودی که با بیمار دیگری یعنی دولت عثمانی چندین قرارداد به سود خود امضا کرده بودیم، اما پیشبینی کارشناسان وزارت مستعمرات انگلیس آن بود که این امپراتوری در کمتر از یک قرن به کلی سقوط خواهد کرد. ما همچنان با دولت ایران قراردادهای سری متعدد امضا کرده بودیم و جاسوس ها و مأموران ما در ممالک اسلامی زیر نفوذ عثمانی ها یا در قلمرو عثمانی ها و در ایران همچنان به کار خود سرگرم بودند و با این که در راه هدف های دولت انگلیس موافقت های به دست آورده بودند و در ترویج فساد اداری، خوب توجه داشته باشیم عزیزان، و در ترویج فساد اداری و رشوه‌خواری بنیان این حکومت ها را بیش از پیش متذلل ساخته بودند، اما از نتایج ضعف حکومت های عثمانی و ایران به سود خود چندان مطمئن نبودیم.
حالا شما میدونین عزیزان که آنچه در کشور عزیز ما در جریان است، دقیقا آن چیزی که در کشور ما در افغانستان در جریان است، فساد اداری، رشوه‌خوری و رشوه‌ستانی، خیانت، جاسوسی و وطن فروشی، این همون نقاط و اوضاع و احوال و شرایط استعماری است که متاسفانه بخصوص ظرف 20 سال اخیر از 2001 تا کنون منابع استخباراتی بخصوص انگلیس و امریکا و پاکستان و دولت سعودی و سایر کشورها و ایران همچنان با مقاصد خاص سیاسی که دارن لانه های جاسوسی را در کشور ما ایجاد کردن به صورت متعدد، نه یکی دو ده. پس میبینیم که این فساد اداری و اختلاس و وطن فروشی ها و جاسوسی و تخریبات از درون و سایر مسائل چگونه سمارقوار و آنن از سرزمین ما سرزد و بلند شد. با اطمینان کامل باید بگوییم که نتایج کار امی استخبارات منطقه و جهان است که ما را به این امی نتیجه و به این روزگار رسانیده. پس ادامه میتیم. خب این جاسوس انگلیس گفت که کار ما در قلمروهای عثمانی مفید بوده، کارهای زیادی کردیم، حکومتها را به فساد اداری و به رشوت خوری و خیانت مواجه ساختیم، اما هنوز هم میگه قانع نبودیم، هنوز هم مطمئن نبودیم. پس اضافه میکنه که در سال 1710، البته 1710 میلادی یا عیسایی، وزارت مستعمرات انگلستان مرا مأمور جاسوسی به کشورهای مصر، عراق، ایران، حجاز و قسطنطنیه یا استانبول امروز، مرکز خلافت عثمانی نمود. ببینن این دوستان اعترافات یک جاسوس است. جواسیس زیادی تا امروز کتاب نوشتن، آثار نوشتن، خاطرات خودشانه، موفقیت هایشانه، رمز و رازه تا حد بیرون دادن یا در بعدها در دشمنی و اختلاف با دولت های خودشان و یا به خاطر پناهنده شدن و یا به خاطر افتخار شخصی خودشان و سایر ملاحظات. و ای همفر هم خاطرات خود و اعترافات خود روی کاغذ می ریزن و میگه که مستعمرات، وزارت مستعمرات انگلستان ایره با عنوان جاسوس در حجاز و عراق و در ایران و قسطنطنیه روان میکنه و در مصر همچنان. خب باز علاوه میکنه مأموریت من جمع‌آوری اطلاعات کافی به منظور جستجوی راه‌های در هم شکستن مسلمانان و نفوذ استعماری در ممالک اسلامی بود. بالاتر از این اعتراف دیگه جستجو نمیشه عزیزان. که باز تکرار میکنم، میگم مأموریت من جمع‌آوری اطلاعات کافی به منظور جستجوی راه‌های در هم شکستن مسلمانان و نفوذ استعماری در ممالک اسلامی بود. همزمان با من 9 نفر جاسوس دیگر از بهترین و ورزیده‌ترین ماموران وزارت مستعمرات در ممالک اسلامی این گونه ماموریت‌ها را بر عهده داشتند. باز علاوه میکنه در راه فراهم ساختن موجبات تسلط استعمار انگلیس و تحکیم مواضع آن در نقاط استعمار شده فعالیت میکردند. همه جواسیس دیگه به شمول خودش اعتبار مالی کافی در اختیار این هیئت ها قرار داشت. طبعا تا زمانی که امکانات مالی کافی نداشته باشند نمیتونن جلب و جذب کنن، نمیتونن استخدام کنن به سود خودشان افراد و اشخاص بومی را، چنان که در کشور عزیز ما چنین کردن عزیزان، به مراتب قوی تر، وسیع تر و بزرگتر. و به نقشه های دقیق اطلاعات دست اول مجهز بودند. همه جواسیس انگلیس
به نقشه های دقیق اطلاعات دست اول مجهز بودند. فهرست کامل نام وزرا، فرمان روایان، مأموران عالی رتبه، علما و رؤسای قبایل با آنها داده شده بود. توجه بفرمایید عزیزان، هر کسی که به اصطلاح سرش بطنش میارزید، نفوذی در کشور داشت، سر و صدای بود و اعتباری داشت، یا در مقام رسمی یا در مقام قومی یا قبیله‌ای، استعمار انگلیس وقتاً فهرست اسامی و شهرت مکمل اینا را داشت، چنان که انگلیس ها در منطقه، در کشور ما و مناطق قبایل پاکستان امروز و هندوستان و سایر کشورهای منطقه چنین فهرست هایی را داشتند و هنوز هم دارند و هنوز هم از این فهرست ها و از این اشخاص افراد از نواسه و نبیرشان استفاده میکنند. این یکی از ستون های بنیادی کار استعمار در یک کشور و منطقه هست. خب در اینجا این موضوع را دوستان امیدوار هستم عمیقا توجه بکنین که وقتی ما در کشور ما میبینیم خرابی در پای خرابی، کشتار در پای کشتار و تخریب، به نتیجه ماندن پروژه ها، ناکامی ها، شکست ها، به انتظامی ها، به اعتمادی و به اعتباری ها، دولت فاسد، مأمورین فاسد، وزرای فاسد، پارلمان فاسد، احزاب فاسد، چرا چنین شد آنن؟ هرگز فراموش نکنیم که 20 سال اخیر زمان طولانی هست که جهان غرب منابع استعماری و جاسوسی با تمام قدرت مالی و سیاسی و فکری و تکنیکی و تکنولوژی خودش وارد افغانستان عزیز شد، تا این کشور عقب مانده مسلمان و معتقد و خداپرست و خوشباور به عمق بدبختی ها مواجه بکنند و تا از این مناطق خودشان، از این سرزمین و از این نیروهای انسانی و موقعیت حساس استفاده های عظیم ببرند که متاسفانه چنین کردند. ببینید در اینجا مثلا دو نقطه مهم در سخنان ای آقای هنفر و در مرام و مقاصد استعمار نهفته هست. اول یافتن نقاط ضعف مسلمانان. مسلمانان کدام از نقاط ضعفشون؟ این را باید جستجو کنن بیافن که یقینا یافتن سالها قبل و تا امروز میدانن که ما را در نفوذ با آنها در درونشان و تفرقه و اختلاف بین گروه ها موفق کنند. زیرا عامل پیروزی ما بر دشمن شناخت این مسائل است. این خود جاسوس انگلیس اعتراف میکنه و میگه. و دوم، پس از شناخت نقاط ضعف، اقدام به ایجاد تفرقه و اختلاف ضروری است. وقتی چنین نقاط به دست آمد، چنین ابزار به دست آوردن، پس شروع میکنن به ایجاد اختلاف و نزاع فی ما بین انسان ها، اقوام، کتله ها، احزاب و غیره. هرگاه در این کار مهم توانایی لازم از خود نشان دهی، ایره دوستان عزیز، وقتی آقای هنفره وزیر مستعمرات وقت انگلیس استخدام میکنه به مصر و عراق و حجاز و ایران و قسطنطنیه روان میکنه، خطاب به هنفر میگه همین موضوعی را که خدمت شما عرض کردم، اول میگه یافتن نقاط، تلاش کن که تو وقتی اونجا میری یافتن نقاط ضعف مسلمانان که بسیار ضرور است که ما را در نفوذ با آنها و ایجاد تفرقه و اختلاف بین گروه ها موفق کند. یعنی توصیه میکنه به جاسوس خودش که در این موارد تلاش داشته باش، زیرا عامل پیروزی ما بر دشمن شناخت این مسائل است. و همی وزیر مستعمرات وقت انگلیس موضوع دومی را که به هنفر میگه، میگه پس از شناخت نقاط ضعف، اقدام به ایجاد تفرقه و اختلاف ضروری است. هرگاه در این کار مهم توانایی لازم از خود نشان دهی، باید مطمئن باشی که در شمار بهترین جاسوسان انگلیس و شایسته نشان افتخار خواهی بود. اگر بتوانی در قسمت های از ممالک اسلامی
جنگ شیعه و سنی را برا بیندازی. جالب است دوستان عزیز، دلچسب است و آموزانند است که وزیر مستعمرات انگلیس با صراحت به جاسوس می فهمانه که اگر بتوانی در قسمت هایی از ممالک اسلامی جنگ شیعه و سنی برا بیندازی، بزرگترین خدمت را به بریتانیای کبیر خواهی نمود. و در این قسمت دوستان یک نقل قول نهرو، یکی از رهبران خردمند هندوستان، جواهر لال نهرو، یک نقل قول از آرتور پونسون بیدارد که ای آرتور زمان وزیر امور خارجه انگلستان بوده و ای در پارلمان انگلستان سخنرانی میکنه و در این سخنرانی چی میگه؟ ای را آقای نهرو در کتاب نگاهی به تاریخ جهان نقل قول میکنه و اینو من خدمت شما میخوانم. ببینین که زرنگی و فریبکاری، دروغگویی به نام اخلاق بی اخلاقی و سایر جفاها را در حق ملت‌ها چطور انجام میدن و چطور انجام دادن. نهرو از قول آرتور نوشته میکنه که میگه به اشاره به همین فعالیت ها، یعنی به همین فعالیت های جاسوسی، در مجلس عامه بریتانیا گفت در موقعی که ما بر اسب عالی اخلاق سوار می شویم، اسب عالی اخلاق استعمارم شما عزیزان می دانیم که چی هست، یعنی منتهای بد اخلاقی اخلاق استعمار است، باید این واقعیات را در نظر بگیریم که جعل اخبار، سرقت، دروغگویی، رشوه دادن و فساد در تمام وزارتخانه های امور خارجه و تمام حکومت های جهان رواج دارد. منظور این است که اگر از لحاظ مقررات عادی اخلاقی سنجیده شود، اما اخلاق استعماری بازم، نمایندگان ما در خارجه اگر نتوانند اسرار پنهانی را از بایگانی های مخفی کشوری که به آنجا می روند به دست آورند، در واقع به بی‌لیاقتی در انجام وظایف خود متهم می شوند. پس میبینیم دوستان عزیز، وقتی انگلیس ها به کشور میرن، از اون جمله به کشور ما رفتن از 20 سال به این طرف، واضحا اینا میگن که برنامه‌شون چی است، حساس‌ترین مسائل ملی و خصوصی و سری و مخفی را باید از بایگانی ها و آرشیف ها و دوایر و از دوایر و دفاتر بیرون بکشن، به دست بیارن تا برنامه های آینده خودشان علیه منافع ملی کشور روبرا کنن و بسنجن. خب حال اجازه بفرمایید یک اعتراف دیگه آقای همفر از امی جاسوس انگلیس خدمت شما بخونم و شما دقیق شوین که اینا چقدر مستعد بودن در کار تخریب و ویرانگری های خودشان. همفر میگه در ایامی که در نجاری کار میکردم، خدمت شما عرض کرده بودم که ظاهرا به عنوان شاگرد یک دستگاه نجاری ای کار میکنه، تا شناخته نشه ظاهرا به عنوان عضوی از اعضای جامعه شناخته شوه، چون زبان هم میدونه، ولی با استفاده از این موقعیت کارهای جاسوسی خود ادامه بده چنان که ادامه داد. میگه در ایامی که در نجاری کار میکردم با جوانی آشنا شدم که با آنجا رفت و آمد داشت و با سه زبان ترکی، فارسی و عربی آشنا بود. ببخشید. او در لباس طلاب علوم دینی و نامش محمد ابن عبدالوهاب بود. جوان جاه طلب، بلند پرواز و بی نهایت عصبی مزاج. او از حکومت عثمانی بی اندازه متنفر بود و بدگویی می کرد. پس از مدت آشنایی و مراوده با محمد ابن عبدالوهاب بدین نتیجه رسیدم که فرد شایسته برای اجرای مقاصد بریتانیا در منطقه شخص او میتواند بود. اضافه میکنه که روح بلند پروازی، غرور، جاه طلبی و دشمنی با علما
و مراجع اسلام خودکامگی تا آن مرحله که حتی خلفای راشدین را هم مورد انتقاد قرار می داد. برداشت او از قرآن و حدیث که تفاوت آشکار با واقعیت داشت بزرگترین نقطه ضعف او بود که می توانست مورد استفاده قرار گیرد، یعنی مورد استفاده استعمار انگلیس قرار بگیرد. به هر حال من با محمد گرم گرفتم و تدریجا دوستی پابرجای میان ما برقرار گردید. من پیوسته در گوش او فرو می خواندم که خداوند تو را از موهبت نبوغ و قریحه بهرمند ساخته که به مراتب از علی و عمر بیشتر است. با او می گفتم اگر تو در زمان پیامبر می بودی یقینا به جانشینی او انتخاب می شدی. من دائما با لحن آرزومندانه او را مخاطب قرار می دادم که امیدوارم تحولی که به زودی باید در دین اسلام پدید آید به دست تو صورت گیرد، زیرا تو نجات دهنده اسلام از این انحطاط خواهی بود. همه به تو امید بستن تا مگر اسلام را از سقوط رهایی بخشی. ببینین عزیزان که یک جاسوس کارکشته استعمار چطور رگای اساس یک جوان احساساتی را پیدا می کنه. و باید داشته باشیم که در بین افغان ها هم چنین کردن. چوچه استعمار که آیسای پاکستان باشه هم نام نمیگرم، اما شما عزیزان میدانیم همونطور جوانهای احساساتی خودخواه قدرت طلب پیدا کردن، امرش کار کردن، تقویتش کردن، برش حزب ساختن و در خدمت گرفتن و تا امروز در خدمتشان است. میبینیم که روش های استعماری روش های تقریبا یکسان است با تکتیک های مختلف. بله عزیزان، این نقطه ها را دقیقا باید بدانیم. یک اندک پیش میریم تا شما عزیزان بدانیم که محمد ابن عبدالوهاب که بالاخره کارش به شیعه کشی و کارش به دشمنی با اهل تشیع با مسلمانان خداپرست تمام شد انجامید. بالاخره ای کی بود؟ از کجا الهام گرفت علاوه از جواسیس انگلیس؟ خب در نتیجه امی افسونگری های انگلیس از یک طرف، خودکامگی های محمد ابن عبدالوهاب، وعده هایی که بهی داده میشه، امتیازاتی که برش داده میشه، امکانات و همه این آیسته آیسته مطالعاتی که میکنه پیرو افکار ابن تیمیه میشه. ابن تیمیه از جمله کسان مشهوری است که بالاخره پس از سالها پیروان وهابیت به این رجوع کردن، از افکارش پیروی نمودن که نمونه هایش خدمت شما برز می رسانم که ابن تیمیه چی می خواست در اسلام. و همچنان ابن قیم الجوزیه کسی دیگه بود و احمد ابن حنبل همچنان. اینا کسایی بودن که امی نقاط نظر خودشانه قبل از محمد ابن عبدالوهاب روی کاغذ ریخته بودن و وقتی جاسوس انگلیس با محمد ابن عبدالوهاب کار میکنه این ناگزیر میشه تجسس بیشتر کنه، ناگزیر میشه خود به یک مرحله جلوه بده و یا برسونه که بتانه در یک نوع حاکمیت فکری و مذهبی پیدا کنه. لذا با آثار ای افراد و اشخاصی که نام بردم مراجعه میکنه و در نهایت یک دو سه رساله هم نوشته میکنه به نام های مثلا ترک شرک و بدعت همین گپا. و در حال این شرک و بدعت و اختلاف و مبارزه و خونریزی وهابیت در حجاز یا در صحرای نجد یا در اطراف در حومه مدینه و در قلمرو عربستان آغاز میشه که باشنده های سرزمین همه مسلمان خداپرست هستند، قرآن میخوانند، معتقد هستند، هیچ نوع انحرافی به وجود نامده. اما محمد ابن عبدالوهاب همه کارهای این مسلمان ها را بدعت میدانه و شرک میدانه و میگه آنچه که من براتان میگم باید انجام بدین.
و ببینین ابن تیمیه گفتیم که افکار خود داشت، از او جمله سه چهار نقطه را خدمت شما عرض میکنم که بعداً ابن عبدالوهاب هم با پیروی زمی نه تنها این موضوعات مطرح کرد که بسیار گپای دیگر هم با عنوان دنباله افکار خودش در جامعه مطرح ساخت. اول مثلا نپذیرفتن علم کلام، ابن تیمیه همچنان ابن عبدالوهاب یا گفتن که علم کلام اصلا جواز نیست و خصومت ورزی و دشمنی با عقل و خرد انسان، گفتن که عقل و خرد انسان اصلا به درد نمی خوره، به جای نمی رسه، انسان به جای نمی رسانه. همچنان دشمنی با فلسفه، با تصوف و با خانقا. به خاطر داشته باشیم عزیزان که در کابل حتی خانقا را منفجر کردن، خانقای اهل تصوف را منفجر کردن، در حالی که سالهای طولانی تقریبا از قرن دوم هجری تا کنون صوفی و تصوف و خانقا وجود داشته و وجود داره و اینا اتفاقا مردم های پاک و مردم های صلح طلب و مصلح بودن و هستن. اهل تصوف اصلا اسلام سیاسی را مطرح نکردن، بلکه آرامش و صلح و انسانیت در جامعه همیشه تبلیغ کردن. حتی دشمنی وهابیت با فلسفه، با تصوف و با خانقه ها آشکاراست. پس میبینیم که وقتی حتی خانقه ها را که در اونجا جایگاه مردم به زیان یعنی متصوفین است او را منفجر میکنن و همچنان ضدیت با اعتقادات اهل تشیع که این ضدیت بسیار شدید و عمیق است. به مراتب خدمت شما عرض کردیم که وهابیت اهل تشیع را مسلمان نمیدانند، تکفیرشان کردند و مباهدم میدانند. اینیج از دوستای عزیز که شاهد کشتارهای وسیع، انفجارهای خونین وحشتناک و هدفهای تعیین کردن هدفهای بسیار خاص علیه اهل تشیع ما در کشور عزیز ما هستیم و وهابیت است که چنین کاری میکنه. در ظاهر آرام، در ظاهر صلح طلب و مبلغ، تنها با استفاده از میراب و منبر، اما در واقع شدیداً دشمن این قوم و این طایفه مسلمان. و همونطور حزب التحریر که خدمت شما عرض کرده بودم، همونطور گروه تروریستی طالبان و همونطور داعش و گروه های دیگه که بعداً خدمت شما معرفی میکنم. و همچنان به چیز دیگه که معتقد هستن پیروان وهابیت، او به ظاهر آیات و حدیث نه به عمق و معنایش، اینا ظواهر کار دارن، یعنی پوست کار دارن به قول حضرت مولانا. ای هم از جمله اعتقادات اهل وهابیت است و همچنان اعتقاد کلانشان با چون میگن ما سلفیه هستیم، وهابیت نگوین، وهابی نگوین، ما را سلفیه بگوین، یعنی کسایی که به گذشته معتقد هستند، مثلا به سلف صالح، به مثلا اهل صحابه، به اعمال از اونا 1500 سال قبل باید رجوع کنن، آنچه که اونا انجام دادن باید. علاوه از همه چیزهای دیگه را، فتواها و افکار پوچ دیگه را که باز پسانها یا مطرح کردن بیرون دادن و دورا کار میکنن، او عبارت از نفع یا ترک دعا و پناه و زیارت و مثلا پناه بردن به بزرگان و احترام به بزرگان دین و امثال هم است که البته در طی برنامه های آینده یک سلسله از فتواهای مندرآوردی و خنده آورشان هم خدمت شما عرض خواهم کرد که اینا به چی فتواهای چسبیدن
و چگونه به پیروای خودشان مخصوصا شیخکای وهابی عربستان سعودی که زیادتر با صدور یا با ایجاد فتواهای نو در بخشای مختلف زندگی مصروف هستند، دیگه کاری ندارند. به این دلیل بسیار جالب برای شما خواد بود که وقتی او فتواها را یک تعدادش فهرست کنیم خدمت شما بخوانیم، شما میخندین که تا این اندازه بازی با انسان، بازی با دین، بازی با مذهب، با جامعه، با بشریت و بسیار خنداور و بسیار دردآور است. دوستان گرامی، ما امیدوار هستم تانسته باشم در لابلای اسناد، در لابلای توضیحات و صحبت ها اشارات خدمت شما، اشارات روشنی داشته باشم تا شما عزیزان بدانین که وقتی واقعه یا واقعات در کشور ما صورت میگیره با عمقش پی ببریم، نه به ظاهرش، و متوجه شویم که چقدر در این سرزمین ما دشمن داریم و چقدر بدبین و مخرب داریم و ایرانگر داریم، چقدر داخلی و چقدر خارجی. کدام کشورها در ظاهر امر ظاهرا مهربان ولی در باطن سخت با ما جفاکار، و چی تبلیغات شیرین میکنن، جایش میای پول تقدیم میکنن، گویا فلان پروژه را میسازن، در فلان بخش کمک میکنن و داد از مرد از حقوق بشر میزنن، ولی در باطن تینت های بسیار سخیف و بدی دارن. و همچنان از خودی ها، از افغانای خود ما، چی دستاردارش، چی ریش و امامدار، چی سیاسی، رهبران به اصطلاح کرسی نشین، مبلغین ما که متاسفانه امروز تمام مساجد و مدارس اشغال کردن، وقتی میبینیم صدها انسان هم از پیر و جوان در یک مدرسه، یک مسجد نشسته، ملایی که هیچ فهم و دانش ندارد و شدیداً ضد دانش و ترقی هم است، با استفاده از منبر و حتی بلندگویی که در اونجا تهیه شده، آنچه از دهنش بیرون میبراید به زعم خودش او را بر حق میدونه و تقدیم مردم میکنه و بیننده و شنونده و کسایی که در اونجا حضور دارن بی سر و صدا میپذیرن. اینجاست که ما باید یک اندازه هوشیارتر از قبل شویم و سوال داشته باشیم، شک کنیم بالای بسا از گپ ها و سخن ها تا به حقیقت برسیم. با همین مقدار صحبت ها دوستان عزیز، باز هم آرزومند هستم برنامه های ما را با دقت بشنوین و هر آنچه که خدمت شما برز می رسانم کاملا وطن دوستانه و کاملا مستند و کاملا دلسوزانه و رهگشاست. در صورتی که دوستان عزیز ما در لابلای صحبت‌های ما سوالاتی داشته باشند و یا موضوعاتی را نفهمند یا مورد تردید قرار بدن، با استفاده از امکاناتی که هست ما در خدمتشون هستیم و جوابشون میپردازیم، چنان که همیشه و تقریبا همه روزه با سوال‌های یک تعداد از وطنداران عزیز در کشورهای مختلف که سوال میکنن، ما ناگزیر هستم به جوابشون بپردازم و توضیحات ارائه بکنم. همیشه آرزو داریم و همیشه حاضر هستیم که چنین باشه. از موجودیت و حضورتان با ما طی تقریبا کمتر از یک ساعت بازم ممنون هستیم دوستان عزیز. با آرزوی آبادی و آزادی کامل سرزمین آبایی اجدادی ما افغانستان عزیز و با امید رفاه و سعادت و تامین عدالت اجتماعی و امنیت کامل در کشور ما و همچنان با امید نابودی همه دشمنان سوگند خورده انسان و انسانیت و افغانستان عزیز، برنامه را پایان می‌دهیم. شما را به خداوند می‌سپاریم تا برنامه هفته آینده چهارشنبه ساعت 1 شما را به خدا می‌سپاریم. شاد باشین و برنامه ما فراموش نکنیم که ساعت 7 شام به وقت تورنتو باز هم مجددا به نشر خواهد رسید. شاد باشین.